Happy Rizwan to all the great citizens of Iran. من فکر می‌کنم که سرنوشت بشر در کره زمین ارتباط زیادی با صلح و آرامش در ایران داره. برای همین از خدا می‌خوام آرامش رو برای ایران محقق کنه. یک بار دیگه هم عید رضوان رو تبریک میگم. من جردن هستم و I am 10 years old and I just want to say happy Rizwan. So happy Rizwan. چقدر خوشحالم که در اینجا در خدمتتون هستم و بگذارید که با این پیام عید رضوانه آغاز این سخن رو بکنیم. خواهش میکنم. اجازه میدین شما؟ بفرمایید. شما اجازه میدین؟ و شما هم که اجازه میدین در خونه هاتون نشستید، میگوید که در روزه قلب جز گل عشق مکار. آقای مفید، میدونیم که ایران مهد تمدن های بزرگه. 4 تا پیغمبر ازش اومدن بیرون، حضرت مهابات، حضرت زرتشت، حضرت باب و حضرت بهاءالله. اولا میخوام بدونم شما چه احساسی دارید از اینکه ایرانی هستید و اینکه چه احساسی دارید از اینکه میبینید پیروان این ادیان توی زادگاه همون دین ها تحت فشار و شکنجه و محدودیت های خیلی زیادی هستن. ببین، من اولا تصور میکنم که من خوشحالم که عضو مردم جهان هستم. ما آدمایی هستیم که در ایران همیشه نگاهمون به جهان بوده و نه محدود. شما نگاه کنید به همین پیامی که در این سخنان حضرت بهاءالله و بعد عبدالبها هست، هیچی نگفته فقط برای توی ایرانی، بلکه برای تمام انسان ها. این وقتی که بر میگردیم، ما دو دین اساسی داریم که یکی زرتشت هست و یکی بهایی، که اینا ریشه شون ایران. برد قضیه این است که من اولا افتخار میکنم که به عنوان یک ایرانی 18% تمدن جهان رو من به جهان دادم. 18% تمدن کل جهان رو ما 3 نفری که در اینجا نشستیم و به انجا و به اعضایی که در اینجا الان میگه ما به جهان دادیم. من افتخار میکنم به عنوان یک ایرانی که یک همچین کاری کردم. بعد میری میبینی اولین لوحه حقوق بشر رو کوروش به جهان میده. درست. و بعد میبینی از اون ور 3 فروزه رو مردی به نام آشو زرتشت به ما ارزانی می‌دارد. پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. در تمام کسانی که شما از این به بعد سر می‌زنید به کتاب شعرشون، اگر از این 3 فروزه عدول کرده باشن شما نمی‌بینیش، اصلا نمی‌شناسینشون. من چون تحصیلاتم این رشته است، 12,000 کتاب شعر مکتوب در کتابخانه ملی است. شما 7 نفر رو می‌شناسید. چگونه است؟ یه خود بالاتر بریم 9 نفر رو مثلا ناصر خسرو هم اضافه میکنیم اینا. چرا؟ اینها در سلاله طرز تفکر پندار نیک، گفتار نیک. وگه حالا شما میایین در اینجا 167 سال پیش مردی این علمی رو که برمیداره و میگه قرآنتون سر جاش، همه فراموشاش درست. شما به زبان عربی بگید، به هر زبانی که میخوام بگیم، من به شما دارم میگم باز پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. امروز من نگاه میکنم به این باغ رضوان. شما این لغت رضوان به معنای بهشت، به معنای آن که بیان، این مرد وارد این باغ میشه و این گل و این زیبایی ها رو اساس تداوم زندگی قرار میده. این موجود ظریف زیبا میاد در یک باغ میشینه که این باغ رو باغ رضوان مینامه، یعنی باغ بهشت. در باغ بهشت ذهنی ما، اون باغی است که نمیدونم حوریان و پریان و نمیدونم جوب شیر و عسل داره میره، اون تصویره. این مرد میاد میگه نه، این طبیعت اساس خداوندی است و میاد در باغ رضوان به جای اینکه بگه که شمشیر باید کشیده همه رو به چنگ آورد، باید اینا رو دستور داد، دستور میگه گل، گیاه، عشق، محبت در روزه قلب جز گل عشق. آخه چی؟ و این عید گل هست، عید رضوان، عید گل. دقیقاً، برای اینکه او میگوید کاملا. و در این 12 روزی که ما عنوان هجرت ایشون میگذاریم، چون همون هجرتی است که هجرت پیغمبرم بوده است، و من اساساً به این معنی که این پیامبر است و اینا نیست، یک آدمایی هستند که وجودشون محبت و عشق است و اون چیزی است که من رو وادار میکنه که بیام دنبالی. میگم آخه چه کسی میتونه در یک همچین مرحله از زندگی، مرحله سختیه، شما تحت فشار هستی، زندان کردنت، زندگی تو گرفتن، شروع کردی به مهاجرت
باز برمیگرده میگه که مردمان رو باید دوست داشت. البته تبعیدشون کردن، یعنی در انتخاب خودشون نبود. ما مهاجرت دلخواستی داریم. بخوام اینو بهت بگم، ماها اومدیم بیرون گفتیم که آخه شما چرا ما رو بیرون کردی؟ او گفت نه، زیبایی و این جریان امواجی که داره حرکت میکنه رو باید پذیرفت و به او توکل کنید. جناب مفید، شما در مورد عشق گفتید، در مورد زیبایی گفتید و شما هنرمندی هستید که همه ایرانی ها هر جای دنیا که باشن علاقه خاصی به شما دارن. بله. هنرمند باید چه کار بکنه که این عشق، این محبت برگرده به خانه های ما، برگرده به شهر ما، برگرده به کشور ما؟ ببین، آنچه که مهم است، ماها در ذات هر کسی خوبی و بدی نهاده شده است. تو باید کنترلش بکنی، تحت انقیاد درش بیاری، بندها رو ببندی که زیبایی ها رو متجلی کن. به همین دلیل وقتی که انسانی مثل حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها و دیگرانی پیدا میشن در گذشته که میان میگن ببین، اخلاق انسان یعنی انسانیت، ما در این تیم خداوندی هر روز باید کار کنیم چون تیم شیطانی در کاره. مسئله اینجاست که ضحاک همیشه نشسته بغل دستت، تو یه روز که اخ میکنی دیپرشن میاد رو اعصابت، خورد میشه. همچین که یه نفر رو میبینی، یه باغ زیبا رو میبینی، یه گل میبینی، باز میشی میای به محض که از اون قالب در میای ضحاک رو ببند کرد. این تمام فلسفه است و این مرد من دنبال میکنم این زندگی رو تا به عکا میرن ایشون و بعد اون به زنجیری که کشته میشن میان میرن مردم میان. این تصویری که من از حضرت عبدالبها میبینم، این آرامشی که در صورت این پیرمرد هست، این آرامش رو به راحتی نمیشه به دست آورد. لغت آرامش یعنی peace within. You got to be inside and outside. You got to be rich to the point. کانالتون عوض شد، رفتید به انگلیسی. ببخشه. این کانالای بر عوض میشه. حالا برای که من رو سردم نیست راجع به انگلیسی فارسی قاطی میکنم، ببخشید. آقای مفید، از این تعریف کردید که عشق و محبت چقدر مهمه و به نظر میاد تو صحبتاتون با دوستان باهاییتون خیلی نشست و برخاست دارید، تو مجامع باهایی شرکت میکنید. بله. آیا از جوسازی علیه خودتون و موقعیتتون نمیترسید؟ نه ببین، ما خانوادهمون وسیله کار ما فرهنگ، درست، وسیله کار من ساز، وسیله کار من آواز. باورت نمیشه که اگر تو اینجوری فکر نکنی نفر مقابل تو اینطوری فکر نمیکنه. تویی که اون صد رو ایجاد میکنه. ما در داخل ایران تمام مردم خرافات و غیره، این خانواده ما تو این خیابون شهباز میدون جالهی که یه خود پایین تر که میرفتی تکیه بود، هم سینه زنی بود، ما وایسیم اونجا رسمی ساز میزدیم، کار هنری میکرد. ببین، یک روزی آرزوی تمام این الواحی رو که من بارها شنیدم و این مناجات هایی که خونده میشه که انسان ها رو به مسیری بره، حتی طرف فوت شده داری میره میگه که تو به آن سوی قدم میگذاری که همه جهان در آنجا منور میشود و غیره، اینها دارن به ما دارن میگن که آقا تو اگر قدمتو درست برداری بقیه راه باز میشه، ما این که در قدم خودمون سستیم. من امروز در جامعه، حالا شما میفرمایید باهایی، من میگم در جامعه ایرانی، در همین نوروزی که گذشت، در همین نوروز ما، من در بیولی هیلز در سالن در کنیسای کلیمی ها به اجرای داستان خودم پرداختم. من اردوان ثابتی هستم با شما، با اون ور. چرا میتونم؟ به دلیل اینکه وقتی که شما عشق رو مرحله کار خودت قرار دادی، از هر کتابی که باز کنی مال ایرانی هاست. به محضی که محدود کردی خودتو، من بارها با دوستانی هم که مقداری در همین جامعه بهایی مثلا ایراد میگیرن که فلانی مثلا اینطوری بوده فلان، میگم ببین، به معنی که تو ایراد بگیری یه صد و ایجاد کردی. ماها تنها راهمون برای این مناجاتاری که باز میکنیم این است که اسنس قضیه، اون اصل قضیه رو در بیابیم. مهم واژه ها نیست، مهم این کلمات نیست، چطوری گفته بشه چطوری گفته نشه نیست. حالا علت این که من میگم زبان فارسی، برای اینکه اگر تو به این اصل نپنداری، دیگران به ترجمه هایی میپردازن که ممکنه اصلا با اصل دور باشه. جناب مفید، امیدوارم که همیشه شما این انرژی، این شادی رو
در وجودشون داشته باشید و به دیگران هم همچنان این شادی رو ببخشید. خیلی ممنون که با ما بودید. متاسفانه وقتمون تنگه، ولی اگه اجازه بدید شما صحبت باغ رضوان رو کردید. بله. اون گلها، بهار طبیعت و بهار روحانی. بله. برای ما یه قطعه بزنید که ما رو ببره به اون حال و هوا. فانی با این دستای خالی به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری، به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری. بیا با هم یکی باشیم، بیا با هم یکی باشیم تو این جنگل و بیشه، که از با هم نبودن آدم دیوونه میشه، که از با هم نبودن آدم دیوونه میشه. حالا در این دنیای فانی، در این دنیای فانی با این دستای خالی به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری، به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری. از اون قدیم ندیم او، از اون قدیم ندیم او، به خط زر همیشه نوشته بر بلندی به جز وفا نمیشه، نوشته بر بلندی به جز صفا نمیشه. در این دنیای فانی، در این دنیای فانی با این دستای خالی به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری. بذارید که با این جمله تموم کنم که هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی ز دشمنان ندارم باک. این آنچه بود که تو می گفتی وقتی که تو یک همچین قوام پشت سرته، یک همچین باقی پشت سرته، نیازی نداری که هراسی داشته باشی از هیچ جنبنده ایم. عیدتون مبارک باشه. عید شما مبارک. رضوان پیروز، با من باشین تا گم نشین.